عرض سلام و روز بخیری دارم خدمت شما موصلین گرامی. امید از اینکه خوب و خوش و سالم و سلامت باشین. همون سیستم های موتور یک تراکتور و یک انجین بود که تا یک اندازه اونا رو پیش رفته بودیم و یک قسمت از اونا ها ختم شده بود و یک قسمت از اونها ها مانده بوده که اونها را می خواهم خدمت شما، بلکه بشه امروز اونها را خلاص بکنیم و قسمت های دیگه از او تا جایی که میمونه باز ما فکر میکنم درس های حضوری هم شاید شروع بشه و این شاید داخل شما حضوری پیش خواهد افتاد. خوب، یک دیگر سیستم خنک کننده هست که ای خود از این انجینر سرد می سازه که در طول زمان سوختن خود مخلوط سوخت و هوا در داخل سلندر یک حرارت در حدود 1800 تا 2000 درجه سانتیگراد ایجاد میشه. حالا این حرارت باید دفع بشه دیگه. اگر دفع نشه خود طبعا همو الیاژ که ولو از فولاد هم هسته، خصوصا رینگ ها و خصوصا پیستون ها، اینا ها در قدم نخست دچار مشکل میشه و باعث از این میشن که آسیب ببینن و این آسیب دیدگی از اینا ها از کنار رنگ هایی که در یک قسمت و در روی خود پیستون قرار دارن و که خود سیستم انتقال موبلین از پایین، کنترل خود موبلین و سوختر از بالا و پایین که با عهده دارن، باعث از این میشه که او خود از او همون سیستم انتقال موبلین رو قسمت خود سر سلندر و یا قسمت بلند پیستون ها انتقال بده و خود موتر به کنار از اینکه ماشین، به کنار از اینکه انجین، به کنار از اینکه دیزل استفاده میکنه سوخت از او، باعث از این بشه که از موبلین هم استفاده بکنه و تخریب بشه و در نهایت مو سر صداها ایجاد بکنه و حتی از قدرت از او کاسته بشه و تخریب بشه. پس بنابراین سیستم خنک کننده جهت کنترل خود حرارت در داخل انجین نقش حیاتی را داره. دو نوع سیستم خنک کننده در موتورها به کار میده: یک سیستم ایر کولینگ سیستم و لیکوید کولینگ سیستم. فراموش نکنند در امتحان همین مسائل همه اینا شاید شامل باشه. سیستم خنک کننده وقتی میگیم شما کاملا باید بفهم که ایر کولینگ سیستم و لیکوید کولینگ سیستم اینا ها چی هست. در اکثر تراکتورها از سیستم مایع خنک یا مایع خنک کننده یا لیکوید کولینگ سیستم استفاده میشه و بیشتر در ماشین هایی که یک انجینه هستن مثل موتورسیکلت ها از ایر کولینگ است که قبلا داشتیم. او چی است؟ او پرده هایی داره در روی سلندر وقتی که تماس با خود سلندر بیرون قرار داره و تماس با آب با هوا میکنن، او باعث از این میشه که چکار بشه؟ او سرد بشه. اجزای یک سیستم متداول مایع خنک عبارت از پیراهن آب یا واتر جکت، پمپ آب یا واتر پمپ، مسیر انتقال به آب بین موتور و رادیاتور که از لاستیک هستند، فن یا پکه، رادیاتور، ترموستات و مایع خنک کننده تشکیل شده. خوب، اما اجزایی که در مایع خنک، یک خودم آب از پمپ آب از مسیر انتقال آب از رادیاتور توسط همون واس پیپ ها، فن یا پکه رادیاتور است که خود باز رادیاتور خنک میکنه، ترموستات که بین خود چی قرار میگیره که جریان آب را قطع وصل میکنه که وقتی که
آب در داخل انجین میره، اگر او حرکت اجازه حرکتی نمیده که پس بیاید تا یک گرم بیاید جهت گرم نگاه کردن و گرم آمدن خود ماشین و سایر از مسائل دیگه که اجازه ورود و دخول آب در شرایط که خود از او اتومات است باز میشه و بسته لازمی میده و مایع خنک کننده هم که آب است. رادیاتور یکی از وسیله هایی که جهت مخزن آبیه که ای می به واسطه پکنه می بینیم سر از او انجین قرار داره که در سر سلندر آب انتقال میده و از قسمت پایین از او میگیره، یعنی می بینیم که در این قسمت واضح و مشخص است. ببینید در همین انجین که شما به اینجا برای فعلا داره قسمت فلاویل او طرف بیرون از اونه و دیگه که این قسمت که این طرف گفتم که کامشافت است و بعضی از پمپ ها و بعضی از مسائل بیرونی انجین وصل شده، شما اینجا میبینه رادیاتور به قسمت بیرونی است، فن زیر شما اینجا میبینین، لوله آب از رادیاتور به موتور، اینجا یک لوله آبیه که شما میبینین ای از طرف رادیاتور و وقتی میره داخل موتور میشه به سر سلندر دور میخوره پس میه داخل چی؟ رادیات، اینمی جریان آب هسته و همچنین ترموستات به کدو قسمت قرار داره. خب وقتی که آب از قسمت پایینی حرکت میکنه میره داخل انجین، ترموستاتی که به قسمت سر سلندر وجود داره با اون جگا مانعی از جریان آب به داخل رادیاتور میشه، همیشه نمیشه فقط کم میشه، مقدار 4 لیتر 5 لیتر 6 لیتر آب که در داخل رادیات هست همین آب جریان داره، همین آب در داخل انجین میره در داخل سر سلندر دور میخوره، به همین جا ترموستات میره برای ابتدا که ما استارت موتور میزنیم در زمستون آب یخ هست، ای به این جگاه بند میشه ترموستات، اجازه نمیده که بره آب به داخل چی؟ به داخل خود رادیاتور. چرا اجازه نمیده به اینجا؟ صرفا اجازه به خاطر از اینکه تایی که انجین گرم بیاید، تایی که آب گرم بیاید، وقتی که آب گرم آمد، وقتی که آب گرم بیاید و همچنین ماشین گرم بیاید، ای باعث از این میشه که چکار بکنه؟ سیستم بخاری موتور فعال بشه، صرفا به خاطر عموم هست و همچنین اگر گاهی وقتا به اندازه حرارت چیز ماشین چی هست در بعضی از مناطق به اندازه که حرارت کم هست و زیر صفر هست که حتی آب در داخل رادیاتور هم یخ میگیره، اگر جریان آب اگرچه جریان دیشته باشه شاید یخ بودن ازی کمتر است و حتی صرفا به خاطر ازی که شما در داخل ماشین موتور ببینیم که درجه معمول داره خیلی سرد و خیلی گرم و در درجه وسط باید قرار بگیره و حالت تعادل قرار بگیره حرارت خود انجین، یعنی این به او خاطر چیکار میکنه؟ جریان آب قطع میکنه، صرفا برای یک دقیقه یا دو دقیقه بعد از اینکه جریان حرارت متعادل شد و آب گرم آمده باز او از اونجا جریان رو برمیده و شکل اتوماتیک است، فنر از او داخت که بیایه میزنه بالا و یخ که بشه میایه پایین، دیگه سیستم خاص نداره. رادیاتور شما میبینین پر از آب است، از طرف لوله از طرف پایین حرکت پیدا میکنه میره رو به طرف انجین و پس از انجین آب میایه به داخل چی؟ پس رادیات، همیت حالت جریان داره. او طور مستاد بسی جدا است و صرف در بعضی از موارد بعضی از مواقع خصوصا در زمستان مانع جریان آب میشه که او چی از او پایین است برای یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه نبیشتر. خب بخاری رو میبینین کجا وصل است؟ او بخاری هست و او بخاری هم از اونجا از مو که به او از ماشین که گرم میه از اونجا چی هست؟ مو مقدار از آب میره به داخل از او و پس دوباره او وصل میشه و پس میه که مو جریان آب گرم در داخل از او انتقال پیدا میکنه و از رو از او چکار میشه؟ مو پمپ و فن داره و فن بخاری چی میکنه؟ مو از جهت گرم نگاه کردن داخل کابین تراکتور یا موتور از او استفاده میشه، لوله ورود آب به بخاری و دیگه لوله برگشت آب از بخاری
او میره و همچنین او پس میآید. شما ببینید لوله ورود او کدام هست و لوله برگشت آب کدام هست. شما لوله ورود آب به بخاری رو میبینین که در قسمت سر سلندر قرار داره و در قسمت جایی که میبینین مجراهای آب شما دیدین به او قسمت قرار داره، آب در داخل بخاری میره و بعد از او میای پس به جایی که از داخل رادیاتور داخل ماشین آب میره، پس آب وارد میشه و بخاری است که اونجا جریان آب گرم پیدا میکنه و از روی آب گرم که اگر حرارت ایجاد میشه بخاری فعال میشه و ما میتونیم جهت گرم نگاه کردن ماشین از استفاده کنیم. مایه خنک کننده فن رادیاتور و پمپ او دیگه از این دو قسمت حرکت چرخشی خود رو توسط یک تسمه از میلنگ میگیرن، پمپ آب و جریان آب بین رادیاتور و انجینر به عهده دارن. ترموستات برای کنترل جریان آب از رادیاتور استفاده میشد. خیلی بس کردم دیگه بسه. سیستم روغنکاری لوبریکیتینگ سیستم، اجزای سیستم روغنکاری شامل روغن، پمپ روغن و دیگه فیلتر روغن، مخزن روغن. اهداف روغنکاری یک انجین اینه که جلوگیری از فرسودگی قطعات، جذب و دور و دور کردن خود حرارت، خود از یک دیگه از کارهایی که انجام میده هم حرارت رو به خود میگیرن و جذب میکنن و از اصطکاک جلوگیری میکنن. لایه واسط بین دیوار پستون و سلندر، کاهش سر صدای قطعات، کمک به پاککاری گرد و غبار و مواد آلوده کننده قطعات انجین. دو نوع سیستم روغنکاری دیده میشه، یک پرتابی است یک فشاری. پرتابی چی قسم است و فشاری چی قسم است؟ پرتابی میلنگ همزمان با چرخش میلنگ و پایین آمدن دسته پیستون، روغن موجود در محل های که اوزچه به نام روغن، اوزچه روغن نامی یاد داره یا اویل پمپ پرتاب شده و قطعات متحرک اطراف از او به شکل پرتاب است و تماس که پیدا میکنن از یک قسمت به قسمت دیگه میده. اما در سیستم تحت فشار که عموما از این استفاده میشه، توسط پمپ به یک کانال اصلی از بدنه انجین ارسال میشه و روغن از این مجرا به قسمت های مورد نظر را پیدا میکنه و پمپ روغن به شکل مکانیکی چرخش خود از محور اصلی انجین و یا ای که میلنگ از او قسمت ها خود مو چرخش خود خور و انرژی خود خور انرژی لازمه خور میگیره. سیستم انتقال قوه یا سلسله توان، پاور ترانسمیشن سیستم. من شافت پی تی او یا ای که برای شما خیلی بحث کردم، گفتم که در انرژی دورانی را که بعضی از وسایل استفاده دارن از قسمت میگیرن، قوه انجین توسط قوه توسط سیستم انتقال قوه به چرخهای عقب و محور تواندهی یا شافت پی تی او انتقال میشه. همون قوه که انجین داره، همین قوه که انجین به ما تولید کرد، ای جهت به حرکت در آوردن چرخها و همچنین به شافت پی تی او انتقال پیدا میکنه تا ای که ما همو نیروی که تراکتور گفتیم داره انجین برای میده، یک برکت در آوردن و کش کردن وسایل و یک دیگه وسایلی که در جا هست از او استفاده بکنه. دیگه سیستم انتقال قوه کارهای مهم زیر را انجام میدن. سیستم انتقال قوه موجب قطع وصل شدن قوه، امکان دستیابی به سرعت های مختلف و دیگه که گیروکس متحرک رو انجام میده، امکان دستیابی به سرعت‌های مختلف، سیستم برای حرکت رو به عقب و یا ریورس فرام میکنه، قوه رو به شکل متعادل به چرخ میده. سیستم انتقال قوه تنظیم میکنه خود گیربکس وقتی که از فلاویل میگیره او رو به قطع وصل میکنه، از گیر خطا میشه، موتور به گیر میفته، دنبال میره، جلو میره، سرعت زیاد سرعت کم، خلاص همه قدر. کلاچ برای قطع وصل کردن استفاده میشه که ای در بین گیربکس بر روی فلاویل قرار میگیره و چکار میکنن وقتی که ما میندازیم کلاچر میگیریم، ای یک حالت ایجاد میکنه که همو وقت کلاچ گرفته باشه همو اتصال دو تا صفحات را از همدیگر جدا میکنه. خب شما در اینجا با صفحه کلاچر میبینین فلاویلر و همچنین خود گیربکسر ای دوتار از همدیگر جدا میکنه
وقتی که اینا رو جدا کرد باید ما بگیر که بندازیم، پس دوباره اینا رو چکار میکنه؟ وصل میکنه، اتصال میکنه قوه به گیربکس و قطع میکنن، یک رابط است بین اینا. برای انتقال قوه به نسبت های مختلف، برای تمرین سرعت های مختلف، گیربکس خود از یا گیربکس میگیم ما، برای انتقال خود قوه به نسبت های مختلف، سرعت زیاد، سرعت کم، موتر تیز بره، آروم بره، موتر با نیروی بیشتر حرکت بکنه، با نیروی کمتر و غیره. دیفرنشیال یا دیفرانسیل برای تقسیم متعادل قوه به منظور چرخش چرخ های محرک. خب این متعادل همین قوه را برای چرخ ها تنظیم میکنه، وظیفه از یه است که بعد از اینکه من قوه را گرفته برای خود چرخ ها، هر کدوم از اونها ها به صورت متعادل همون قوه را تقسیم بندی میکنه. ببینین محور تواندهی پاور تیک آف، پاور تیک آف است، شافت خرمن کوک، پاور تیک آف یعنی گرفتن یا محور تواندهی تراکتور. طی سالهای 1915 تا 1919 شافت پی تیو برای تراکتورها نصب شد، قبلا نبود، صرف کششی بود. در حال حاضر ماشین های مانند دروگرها یا موورها، بستبندی های علوفه و دیگه جواریکن ها و انواع خرمن کوپا و خردکن ها علوفه توسط شافت پی تو کار میکنن، یعنی یا محرک یا استاده به هر حالت ممکن. حتی بعضی از ماشین ها و ادویات ادوات آماده سازی زمین هم محور پی تو، محور یک باسته چرخ دنده های به کرنشافت ارتباط داره و قابلیت چرخش دارن. این شما میبینید با پشت سر از این ترکتور این قسمت زرد بسته شده و صرفا این نیروی دورانی داره و این نیروی خود از اون میگیره. استاندارد های مختلف داریم، 540 دور در دقیقه است، سرعت چرخش از این 540 تا 550 یا 530 دور در دقیقه و جهت چرخش در آوردن در جهت عقربه های ساعت است. محور قطر از 35 میلی و انتهای از او 6 شیار داره و 1000 دور در دقیقه 21 شیار داره، قطر از اون تقریبا یک. قسمت مالوند تراکتور میماند، قسمت مالوند ان شاء الله در جلسات دیگه و دیگه از مسائل ایمنی تراکتور و انواع تراکتور هم مانده، خیلی مسائل دیگه مانده که اونها رو در جلسات دیگه خدمت شما تشریح میکنم. تا جلسه دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم.